و واقعا جواب سوالهای ما رو میدی. من در مورد ترس ها میخواستم صحبت بکنم. ترس از بلندی و رانندگی در یه جاهایی که خاطره بد آدم داره. بله، مثلا یه دفعه من رانندگی میکردم، حواسم یعنی ناراحتی بوده، مسئله بعد بگو مگوی زن و شوهری بوده، بعد هر وقت از اون محل رد میشم اصلا نمیتونم، یعنی خودم اگه رانندگی بکنم اصلا نمیتونم اونجا رو برم. خواستم ببینم چطور میشه این رفت بشه که وجود من توی مغز من. بله، من از شما میخوام بپرسم آیا تراپی گرفتین؟ نه خیلی خانم دکتر، من تراپی نگرفتم. بله، متوجه هستم. حتما برنامه میگذاریم، حتما میتونید تشریف. در کجا هستین شما؟ من تو الی هستم. بله، اگر الی هستید میتونید تشریف بیارید و ما میتونیم در خدمتتون باشیم. هیچ مسئله ندارم، فقط مسئله که در اینجا هست، چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، شما اول باید اون فوبیایی که در رابطه با اون پلی که میگید، پل فریوی چیه؟ یعنی یه سرازیری توی فریوی هست که هر زمانی که میخوام از اونجا برم، یعنی اصلا میرم یا یه جاده دیگه میرم، دورتر را همو میکنم که از اونجا رد نشم. بله میفهمم. ببینید، یکی از انواع ترسایی که ما داریم که آگورافوبیا هستش، این گذر هراسی است. گذر هراسی یا بازار هراسی بهش میگیم، آگورافوبیا هستش. به معنای اینکه تنها میمونم در یک مکانی، حالا میتونه خیابونی باشه، یه پلی باشه، یه جایی باشه و اونجا برم یه چیزی اتفاق بیفته. اتفاقا نوع فوبیایی که شما دارید خیلی خودتون خوب تشخیص دادید که چی شده. من یادم یه بار زنگ زده بودید تو این برنامه و ما گفتیم آره، کاندیشن شدید، شما شرطی شدید با اون مکان. در اون پلی که بودید وقتی که شما داشتید رانندگی میکردید، شما یا همسرتون، صدای داد و فریاد بوده؟ نه خیلی قبل داشتم در مورد اون مسئله صحبت میکردم با یه کسی، اتفاقا ایشون نبودن، با یه خانم دوستم صحبت میکردم که اینطوری شده اینطوری شده، بعد همون لحظه بارونم بود و من اصلا نمیتونستم، حتی پلو خوراکی من همه نمیخورم به این کوهی که بغل دستم هستش. یعنی حالا هر زمانی که اونجا رو بخوام رانندگی بکنم نمیرم اونجا رو و حتما جا رو عوض میکنم، اون خاطره برام زنده میشه. بسیار عالی. یه نفس عمیق بکشید عزیزم، یک نفس عمیق کاغذ میدارم داشته باشید. داشتید به دوستتون دقیقاً چی میگفتید و مجسم کنید که چه چیزی میتونه هم بگذارید، مجسم کنید چه چیزی اتفاق افتاده بود اونجا و چه چیزی رو داشتید به دوستتون میگفتید. بله، چی میگفتین؟ من میگفتم که مثلا پس ایشون این کارا رو کرده. چه کارایی کرده؟ نه نه، مثلا همین الان خیلی گذشته از نه عزیزم، گوش کن بیا تو این لحظه، نگران چیزی هم نباش. نه در اون لحظه گفتم که همسر من، دوست من، همسرم، حالا هر کس، دوست من، همسرم، بله همسرم، چیکار کرده با شما اونجا؟ مثلا دعوا بود، یعنی خیلی وقت گذشته، برای از همین مسئله که گذشته من همین در عزیزم شما گوش نمیدی، مهم نیست چقدر گذشته، نر اونجا گیر میندازی، فقط به سوال من جواب بده. داشتی به دوستت میگفتی که با این آقا چی شد؟ مثلا دعوامون شده، حرفمون شده، اینا رو داشتم توضیح میدم. من دقیقا همین نمیتونم به خدمتتون بگم چی گفتم، ولی میدونم داشتم از ایشون میگفتم که آره اینجوری گریه میکردم و همون در حال گریه منم پشت فرمان بودم، رانندگی میکردم، باعث شد که من همش فکر میکردم حالا میخورم به این کوه و اصلا ترمز و یا گاز و مثل هر چی فشار میزنم به گاز نمیرفت، هر چی ترمز میخواستم احساس میکردم که نمیتونم برم، ولی به هر حال خودم رو کشوندم رفتم. ولی اون این مسئله تو مغز من مونده و هنوزم که هنوز بعد از 20 سال من بازم اون منطقه رو به حالتی هر وقتم رد بشم با کسی باشم یادم میفته و ناراحت میشم، ولی خودم دیگه اصلا اون بالا میرم پایین رو نمیام. کجا هست؟ تقریبا شرمن اوکس به طرف سانتا مونیکا و اونجا از طرف شرمن اوکس که میره بالا 405 بالایی هست. بله خب
به طرف پایینش اصلا نمیومد، بالاشو میرم، برگشتنش رو از جاده سپالبدا میام. درست، متوجه شدم. متوجه شدم. ببینین، بیان حادثه مثل خود حادثه است. درست. شما به من دارید میگید که به دوستتون گفتید، بعد هول شدید، لرزیدید. شما اون موقع پنیکتک داشتید، خب؟ بله. درست، پنیکتک داشتید و حالتون خیلی بد بوده، بارونم میومده و بعد پاتون رو فرد میگذاشتید. از آدم فکر میکنه داره میمیره، اینجوری پنیکتک. بر دوستان میگم اغلب کسانی که به بیمارستان ها میرن و فکر میکنن که سکته قلبی دارن، اغلب پنیکتکه. بعد میبینن بعد از چند ساعت خوب میشن. من حتی در UCLA بودم و در اتاق اورژانس در سالن که بودم، رفته بودم اونجا، یکی دوتا از کلاینتام دوتا اومده بودن، فهمیدم که پنیکتک دارن، باشون کار کردم، مالشه شدن، رفتن خونه، دیگه نرفتن تو اورژانس. من اونجا مریضی داشتم توی اورژانس سال پیش. بنابراین این قابل حله، خیلی هم راحت قابل حله. فقط میخوام یه لحظه، درسته، به این حالتی که در لیمبیک سیستم شما بوده، احساس شما بوده، ایموشن شما بوده، هیجان شما بوده، درست چسبیده به هیپوکمپس شما، قسمت خاطرات، و باور کنید درست چسبیده و شما نمیتونی رهاشی، شما نمیتونی ولش کنی. یکی از سیستم هایی که میتونه کمکتون کنه EMDR هست. بله. EMDR یعنی Eye Movement Desensitization Reprocessing. بله. که برخی از روانشناسان، بیشتر روانشناسان بالینی، کلینیکال سایکولوژیست میتونن این کارو بکنن و شما رو میبرن. چون این چیزی که اتفاق افتاده درسته ربط داشته با همسرتون و داد و بیداد و اینهاش، که حالا میخوام چند تا از جمله هاشو بگید، برم میگرده به دوران کودکی شما، آسیب های حتی قسمت اینال استیج، اورال استیج، تثبیت معقدی و تثبیت دهانی که نمیدونید، یه شاهدی یه چیزهای دیگه هم بودید که نمیدونید، تو سابکانشس مایند و ضمیر ناخودآگاه شماست که نمیدونی، که ما میتونیم با EMDR که یه کمی کوچولو توش هیپنوتراپی داره، خیلی کم، شما کاملا آگاهید، دستتون مغناطیس هست، گوشتون میشنوید و چشتون توی دستگاه نگاه میکنید و ما اونا رو میکنیم. یعنی واقعا عمل جراحیه و معجزه میکنه و اون رو ما میکنیم و بعد شما بعد از یکی دو جلسه نفس عمیق میکشید، اونجا راحت میرید، دیگه مجبور نیستید برید تو سپالویدا و میبینید چقدر آب خوردنه براتون. ما این کمک رو خدمتتون برسن برای همین EMDR. بله، EMDR. اون وقت کدوم آفیستتون؟ شما میگید که ولی هستید یا لس آنجلس؟ بین ولی و لس آنجلس. من بیشتر تو ولی هستم. بله بله، باشه. حالا. من برای راحته. باشه باشه. اون وقت شما در حال حاضر بله. کاری که میکنی تا زمانی که بیاید برای خودتون بنویسید، یک، اون روز وقتی فریاد میزد این چیزا رو گفت به من، خب بله. وقتی فریاد میزد و من بدنم لرزید. بله. حالا یه جمله شما میخوام اگه رو دربستی ندارید بگید. اون روز وقتی که صحبت کرد احساس من این بود، این ترس برای من به وجود اومد. بارها و بارها در خانه، در با همسرم، در کودکیم این چیزها رو شنیده بودم در رابطه با پدرم. مثلا شاهد بودم که پدرم سر برادرم فریاد میزنه. آیا شاهدی همچین؟ یا برادرم سر برادرم، یا خواهرم سر برادرم، آیا شاهدی همچین چیزایی بودی؟ خب در کودکی بوده، نه به این شدت که مثلا منو به این حد رسونده. شما نمیدونی، شما نمیدونی چی شما رو به این حد رسونده. فقط سوال من اینه که آیا شاهد دعوا و داد و بیداد بودی؟ بله. اوکی، حالا اینکه شما میخوای قضاوت کنی که چه حدی بوده، شما نمیدونی. این ذهن